یکی از دستوراتی که در دین مبین اسلام همواره بدان تاکید شده است، دیدار خیشان و نزدیکان است که در فرهنگ اسلامی از آن با عنوان صله رحم یاد می شود. صله رحم در اصطلاح عبارت است از کمک و نیکی کردن به خیشاوندان و همدردی با آنان با جان و مال در حد توان انسان، و قطع رحم نیز به اموری گفته می شود که مخالف این روش باشد. دین اسلام با تاکید بر این رفتار اجتماعی سعی در نزدیک کردن افراد خانواده به هم دارد که به واسطه این فریضه دینی خانواده ها به هم نزدیک شده و از مشکلات و مسائل همدیگر با خبر می شوند. شاید یکی از اصلی ترین مباحثی که این کمک رو به افراد میده که حتی مشکلات روحی روانی نداشته باشن، کمک میده که افراد امید به زندگی داشته باشن، کمک میده به افراد که شناخت پیدا بکنن، آگاهی پیدا بکنن، بینش پیدا بکنن، بتونن راحت تر زندگی کنن. خب نیازمند به وجود آمدن یک روح و روان خاص همراه با آرامش خاصه که اولیا و انبیاء دین اسلام بهش خیلی توجه کردن و شاید اون همون صله رحم باشه. یعنی طوری که افراد بتوانند در رفتارهای با همدیگر، در رفتارهای خانوادگی با همدیگر، در ارتباط خودشون با اعضای خانوادشون، با والدینشون، با بستگانشون، این آرامش رو برای خودشون مهیا کنن، همین بحث مقدس اسلامی تحت عنوان صله رحم. امام صادق علیه السلام فرمودن که شخصی 30 سال به عمرش اضافه شد به برکت صله رحم کردن یه خاله ناتنی که داشتن و یه همچین جایگاهی داره. از مهمترین عواملی که مرگ رو به تأخیر اندازه یا مرگ ناگهانی رو رد میکنه صله رحمه. امام کاظم علیه السلام به یکی از یارانشون، به یعقوب مغربی، گفتن که تو دیروز با برادرت اسحاق درگیر شدی و حرف زشتی، این دور از آیین ماست و به خاطر این قطع رحم فاصله بین شما خواهد افتاد. بعد ادامه دادن امام، فرمودن عجل رسیده بود ولی چون به عمت خدمت کردی به واسطه این خدا 20 سال به عمرت اضافه کرد. حضرت اکرم فهمیدن که سن باعث استغفار نیست، گناهان میشه و از طرفی هم ازغروز رو زیاد میکنه و خب حسن همجواری خوش اخلاقی اینا چیز خیلی خیلی خوبیه. وقتی میتواند با یک تلفن ساده، با یک حضور ساده، با یک ارتباط ساده، با یک مکالمه ساده دل اعضای خانوادهش رو به دست بیاره، اونها رو به آرامش دعوت کنه، اعلام حمایت و پشتیبانی از اونها کنه، دوستشون بداره، احترامشون بکنه، خب اون فضای روحی روانی در نزد افراد مضاعف میشه و مضاعف شدن این یعنی همون شرایطی که فرد به اون آرامشی که میخواد میرسه. وقتی به آرامش رسید، وقتی که احساس امنیت کرد، وقتی که احساس کرد کسی تکیگاهشه، پشتشه، فامیلشه، اعتبارشه، خب به سایر افراد جامعه میتونه به راحتی همین فضای روانی رو القا بکنه و به وجود بیاره. یکی از مواردی که زمینه خوبی برای اعمال صله رحم دارد آیین‌ها و مراسمی مانند اعیاد می باشند. دید و بازدیدهای اعیادی مانند عید نوروز صرفاً یک بازدید ساده نیست که با به جای آوردن آن تنها یک آداب اجتماعی انجام شده باشد، بلکه در خلال آن خانواده‌ها به هم نزدیک شده و از حال و روز همدیگر با خبر می شوند. پیامبر مهربانیت صلی الله علیه و سلم فرمودن که پاداش 3 کار در دنیا داده میشه و تو آخرت هم داده میشه. یکیش حجه که فقر رو برطرف میکنه، یکی صدقه است که بلا رو رفع میکنه و یکی صله رحمی که عمر رو اضافه میکنه. و اگر کسی عکس اینا رو عمل کنه قطعا به بهشت آرامش و نشاط خدا وارد نمیشه. پیامبر ادامه دادن که کسی یک عمل رو متعهد بشه، من 4 تا خوبی رو براش متعهد میشم. هر کس صله رحم بکنه، 1 خدا اونو دوست داره، 2 روزی زیاد میشه، به عمرش اضافه میشه و خداوند اونو داخل بهشت میکنه. ببینید توی نگاه شرقی به حمدالله بزرگای ما برکتن، رحمتن، باعث وحدتن، باعث حل اختلافهای ما هستن. تو نگاه غربی من منظورم غریبه با خدا ممکنه همینجا زندگی کنه، مردم مزاحمن، برای همین برن تو فراموشخانه، تو خانه سالمندان.
بهترین نحوه نگهداری از سالمندان و بزرگای ما داخل خانواده است. پیامبر وقتی یکی از دوستاشو نمیدید احوالش میپرسید، اگر تو شهر بود به ملاقاتش میرفت و اگر نبود برای او دعا میکرد. آقا من هدیه میبرم برای دوستان خودم و حتی اگر شده با یک کوچکی باشه مثل یک پاچه گوسفند، بله، یعنی به حساب هدیه بردن باعث کلفت کدورت ها میشه و سر رحم رو افزایش میده. چرا در ها خانواده ها در شرایط مناسبیان؟ برای اینکه به راحتی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، همه از هم خبر دارن، حال هم دیگه رو میپرسن، تو مراسم هم دیگه شرکت میکنن، تو غم هم دیگه شریکن، تو شادی هم دیگه شریکن و قصه کمتر میخورن، فضا وقت زندگی کمتر توجه میکنن، آرامش محیطی رو دارن، برای اینکه افراد به راحتی به هم دیگه دست پیدا میکنن و هم دیگه احترام میذارن، بزرگ و کوچیکی تعریف میشه. اما در جوامع شهری متاسفانه به دلیل همین سختی ها و مشکلات ارتباطات خانوادگی کم شده، برادر از حال برادرش خبر نداره، اطلاع از فضای زندگی هم دیگه ندارن، اطلاع از مشکلات هم دیگه ندارن و فقط دنبال تهیه مسائل اقتصادی خانواده خودشون هستن. به همین دلیل فاصله هاشون رو بیشتر کردن. هر از گاهی شاید یک تلفنی، اون هم در واقع به اندازه چند کلمه بس، متاسفانه به وجود آمده. خانواده ها از هم دیگه فاصله گرفتن. شاید یکی اصلی ترین مسائلی که میتونه جامعه رو خندان بکنه، روح و روان خوب بهش بده، شادی بهش بده، همین ارتباط خانوادگیه. گفت که بیا طاقت رو یک دیگر بدانیم، ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، بدی بگذار، ما هم مردمانیم. قرضها تیره دارد دوستی را، بدبینی ها عینک من پیش چشمت داشتی، شیشه کبود زان سبب هستی کبودت می نمود. قرضها تیره دارد دوستی را، قرضها را چرا از دل نراریم. چو بر گورم بخواهی بوسه دادن، کنونم بوسه دادن. اکنون همانیم، چرا قدر همدیگر رو هستیم ندونیم؟ چرا متوجه این نشیم که ببینید یکی از عواملی که توی رفتار ما تأثیر میذاره الگوه. ما چه الگویی داریم به بچه ها میدیم؟ آیا ما احترام به بزرگا میذاریم که بعدا بچه ها احترام به ما بگذارن؟ گفت هر دست که دادیم همان دست گرفتیم، هر نکته که گفتیم همان نکته شنیدیم. اگر من بخوام بزرگترای من قابل احترام باشن، خودم باید اولین مرگو باشم برای بچه ها و بعدا همین ادعا پیدا میکنه، بعدا بچه ها قدر بزرگا رو میدونن. اعیادی ما عید نوروز و به جای آوردن آدابی مانند دید و بازدید عید، محمل مناسبی برای انجام فریضه صله رحم است تا اعضای خانواده دوباره دور هم جمع شده و از مشکلات همدیگر با خبر شده و چاره اندیشی کنند. دید و بازدید عید گذشته از آن که انجام صله رحم است، از آنجایی که با همراهی همه اعضای خانواده خصوصا کودکان و نوجوانان صورت می‌گیرد، نوعی آموزش غیر مستقیم انجام چنین فریضه‌ای برای نسل بعدی نیز به شمار می‌رود. کودکان با یادگیری چنین رفتار اجتماعی در اعیاد و حتی در سایر ایام سال، در آینده خود نیز در مقام عضوی از خانواده این رفتار اجتماعی پسندیده را به جای خواهند آورد. در واقع الگوی قابل قبول فرزندان در خصوص صله ارحام والدین و بزرگترها می باشند. آنچه جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام بیند. ما می تونیم از این الگوها به عنوان راهنما، چراغ راه، علامت حرکت استفاده بکنیم. گفت بی خبر از حال هم آسود خوابیدن چه سود، بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود. زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نرفتی خانه اش تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود. گر نپرسی حال من تا زنده ام، بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود.
طرح ساماندهی و انتقال پایتخت در مجلس شورای اسلامی و حمایت دبیرکل سازمان ملل از قطعنامه رئیس جمهوری ایران درباره جهانی عاری از خشونت از جمله اخبار دی ماه 1392 بودند. اول دی ماه 1392 جزئیات طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری در مجلس شورای تصویب شد. مطالعات آینده پژوهی، مطالعه و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طراحی نظام بودجه، تهیه و تدوین بودجه های سالیانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع و بررسی و تعیین نقش ها و حدود وظایف بخش دولتی از مأموریت ها و وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. بهتر این بود که لایحه دولت می اومد و خود رئیس جمهوری که در اصل قانون اساسی بهش اختیار داده نظر ایش تو این قضیه لحاظ بشه. سوم دی ماه 1392 نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور موافقت کردند. به نظر من می رسید غیرت داره با 75 قانون اساسی و ماده 2 اون برای اختلاف این مشکل آقای جهانگیر زاده وارد بارمالی داره انتقال پایتخت که بارمالیش یه قانون دوزار هم نیست. پنجم دی ماه 1392 نخست وزیر ترکیه 10 نفر از 25 عضو کابینه خود را تغییر داد. این اقدام رجب طیب اردوغان در پی رسوایی مالی و بازداشت چند مقام دولتی و بازرگان سرشناس ترکیه به اتهام فساد مالی در این کشور اجرایی شد. ششم دی ماه 1392 سید علی اکبر پرورش از پیشگامان انقلاب اسلامی پس از یک دوره بیماری دعوت حقا لبک گفت و به دیار باقی شتافت. مرحوم پرورش متولد 1321 اصفهان پیش از انقلاب از محورهای اصلی مبارزات انقلاب اصفهان بود. وزارت آموزش و پرورش، نمایندگی مجلس خبرگان قانون اساسی و نمایندگی مجلس اسلامی از جمله فعالیت‌های وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. انقلاب یه دریاست، افرادم قطره. 21 دی ماه 1392 دبیر کل سازمان ملل در نخستین نشست خبری خود در آغاز سال 2014 میلادی با حمایت از قطعنامه اتحادیه رئیس جمهوری ایران درباره جهان عاری از خشونت و افراط‌گرایی اولویت فعالیت‌های آینده سازمان ملل را حفظ حقوق بشر عنوان کرد. اوضاع سوریه، جنوب سودان و جمهوری آفریقای مرکزی تبدیل وضع بد به بدتره. از دو طرف درگیر در سوریه و همه کسانی که بر آنها نفوذ دارن میخوام بپذیرند که بحران سوریه راه حل نظامی نداره و باید برای راه حل سیاسی تلاش کرد. 27 1392 27 اجلاس وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد. در این دور از اجلاس اندیشمندان، نخبگان و علمای 50 کشور جهان حضور داشتند. اون چه که همه علمای اسلام دغدغه خاطر امروز هست، حرکت‌های انحرافی و تکفیری هست که امروز متأسفانه در جهان اسلام از ناحیه بعضی از گروه‌های تندرو اتفاق می‌افته و این چهره اسلام رو در دنیا کریه جلوه. ضرورت عمل به قرآن به عنوان بستر برادری و وحدت اسلامی، مسئله فلسطین نگاه محوری آن در زندگی امت اسلامی و موضع قرآن درباره تکفیر مسلمانان و مباح دانستن جان، مال و ناموس آنان از جمله مباحث مطرح شده در اجلاس وحدت اسلامی سال 1392 بود. من حفر بعلن لأخی، هر کس چاهی را برای برادرش بکند اوقعه الله فی، او در همون چاه می افتد. 29 1392 در خجسته سال روز میلاد نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام، جمعی از مسئولان نظام، میهمانان خارجی شرکت کننده در 27 کنفرانس وحدت اسلامی، سفرای کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. این جریان های تکفیری که در دنیای اسلام